سرخط تازه ترین و مهمترین خبرها، هشدار روسیه درباره خطر گسترش تروریسم و مواد مخدر از افغانستان. طالبان یک لانه داعش در کابل را منهدم شد. و همچنان در پایان واکنش تند حامد کرزی و سخنان وزیر امر بالمعروف و نهی المنکر طالبان. به نام خدا و با تقدیم سلام با مجموع خبری چنل یوتیوب و سمارت خوش آمدین. خواهش میکنیم تا آخرین ویدیو با ما بوده و نیز چنل یوتیوب ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. احمد فهیم توخی در روی صفحه رسمی فیسبوک خود چنین نگاشته است: وزیر امر بالمعروف و نهی المنکر کرزی مجرم بزرگ و بخشیده شده است. حامد کرزی: اظهارات وزیر امر بالمعروف و نهی المنکر ارزش بحث را ندارد. در همین حال افغانستان انترنشنال در روی صفحه رسمی فیسبوک خود چنین نگاشته است: حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان به اظهارات وزیر امر بالمعروف و نهی المنکر از طالبان واکنش نشان داد. او در صفحه فیسبوکش نوشته: هرچند اظهارات این مقام طالبان را قابل تبصره نمیدانم، اما توصیه می کند که وحدت ملی، اتحاد و اتفاق را ایجاد نظام ملی با عزت و با ثبات برای وطن عزیز است. گرفته شده از صفحه رسمی فیسبوک افغانستان انترنشنال. کرزی به اظهارات وزیر امر بالمعروف و نهی المنکر واکنش تند نشان داد. در همین حال هشدار روسیه درباره خطر گسترش تروریسم و مواد مخدر از افغانستان. نماینده دائم روسیه در سازمان ملل متحد در نشست شورای امنیت سازمان ملل گفت که وضعیت در افغانستان تثبیت نشده است و چالش های جدیدی و چالش های قبلی اضافه شده است. و گزارش اسپوتنیک، واسلی نبزیا نماینده دائم روسیه در سازمان ملل متحد گفت واقعیت جدیدی که پس از 15 اگست در افغانستان پدیدار شد، نه خود افغان ها و نه جامعه بین ملل را به ایجاد یک کشور صلح‌آمیز و غیر قابل تقسیم، عاری از مواد مخدر و جنایت در قلمرو آن نزدیک نکرد. نماینده دائم روسیه در سازمان ملل متحد از خطر گسترش تهدید تروریستی و قاچاق مواد مخدر از افغانستان و کشورهای همسایه خبر داد. نبزیا گفت امروز خطر واقعی ورود فعالیت‌های تروریستی و قاچاق مواد مخدر از افغانستان از جمله فعالیت‌های تحت عنوان جریان‌های مهاجرتی به قلمرو کشورهای همسایه وجود دارد. ما از طالبان گروه تحت تحریم سازمان ملل متحد به جهت فعالیت‌های تروریستی انتظار داریم که به وعده های خود برای ریشه‌کن کردن این چالش ها عمل کنند. وی خاطر نشان کرد که روسیه همچنان از تشکیل یک دولت واقعا فراگیر که به اندازه کافی منافع تمام اقوام سیاسی کشور حقوق بشر از جمله حقوق زنان و کودکان را منعکس می کند حمایت می کند. نبزیا گفت که روسیه خواستار برگزاری هرچه سریع تر کنفرانس بین المللی کمک های مالی تحت نظارت سازمان ملل متحد در افغانستان است. وی گفت ما معتقدیم که باید در اسرع وقت یک کنفرانس بین المللی کمک های مالی را تحت نظارت سازمان ملل تشکیل دهیم، با این درک که بار اصلی بازسازی و توسعه اقتصادی و مالی پس از جنگ در افغانستان باید بر دوش نیروهای نظامی باشد که در 20 سال گذشته در این کشور حضور داشته اند. همچنان در حالی از طالبان یک لانه داعش در کابل منهدم شد. به نقل از خبرگزاری افاق، اعضای طالبان میگویند که یک مرکز داعش در منطقه سرای شمالی شهر کابل منهدم شده است. محمد جلال عضو کمیسیون فرهنگی طالبان در تویتر نوشته است که شب گذشته چهارشنبه 26 مغرب یک لانه داعشی های وارد در ساحه سرای شمالی منطقه خیرخانه شهر کابل کشف و از بین برده شد. و گفته او در این عملیات یک داعشی کشته و چند تن دیگر بازداشت شدند. این در حالی است که منطقه غرب شهر کابل عصر روز چهارشنبه 26 مغرب گواه دو انفجار پای هم در فاصله چند دقیقه بود که مسئولیت آن را داعش بر عهده گرفت. انفجار نخست حوالی ساعت 3 بعد از ظهر در ساحه نقاش منطقه دشت برچی از مربوطات ناحیه 13 شهر کابل
یک موتر شهری نوع تونس را هدف قرار داد. با گفته سعید خوستی سخنگوی وزارت داخلی طالبان، در این انفجار یک تن کشته و 6 تن دیگر به شمول 3 زخمی شده اند. شبکه الجزیره متلفات انفجار نخست را 4 کشته و 2 زخمی گزارش داده است. دومین انفجار نیز دقایق بعد از آن در نزدیکی چهارراه شهید از مربوطات حوزه سیم امنیتی شهر کابل رخ داده است. منابع در مورد تلفات انفجار دوم چیزی نگفتند. حضور داعش در همه ولایات. در همین حال دبیر لاینز، نماینده ویژه سازمان ملل در امور افغانستان، در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت که شاخه خراسان داعش تقریبا در تمام ولایات حضور دارد و به طور فزاینده فعال است. او روز چهارشنبه 26 مغرب در سخنرانی خود در نشست شورای امنیت گفت که یکی دیگر از تحولات منفی عمده ناتوانی طالبان در جلوگیری از گسترش داعش بوده است. خانم دبیرا لاینز بیان کرد که داعش که زمانی محدود و چند ولایت و کابل بود، اکنون به نظر می رسد که تقریبا در تمام ولایات حضور دارد و به طور فزاینده فعال است. او افزوده است که تعداد حملات داعش از سال گذشته تا امسال به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. دبیر لاینز گفت که داعش به هدف قرار دادن جوامع شیعه ادامه می دهد. او بیان کرد که طالبان اصرار دارند که کارزاری را علیه داعش برای انداختند، اما این کارزار از جهت نگران کننده است که به نظر می رسد طالبان به شدت و بازداشت های غیر قانونی و کشتار مظنونان داعش متکی است. همچنان این در حالی است که با نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، ترامپ بر رژه نظامی طالبان با تسهیلات آمریکایی واکنش نشان داد. سازمان ملل: طالبان در برابر گسترش داعش در افغانستان ناتوان است. بازگشایی مکاتب های دخترانه در مرکز ولایت غور. با تشکر که تا آخرین ویدیو با ما بودید. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر کانال یوتیوب وان اسمارت را سابسکرایب نمایید و از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. برای حمایت بیشتر کانال ما، ویدیوهای ما را لایک، سابسکرایب و کامنت نمایید تا ما بتوانیم برای شما بهترین و جدیدترین ویدیوهای روز را به نشر بگذاریم. اوقات خوش داشته باشید. منتظر نظریات و پیشنهادات سالمتان هستیم.